درود و وقت در شما بخیر. به هر ساعت خبر با من آزاده بخشی از یک خوش آمدید. مشروع خبرها. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در دیدار با رضا تنبایوا گفته است که در سومین نشست دوحه آنان برای بحث درباره چگونگی مبارزه با مواد مخدر و تحریم‌های مالی و بانکی آمادگی کامل دارند. نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان در این دیدار نشست دوحه را فرصت مناسبی برای حل دشواری‌های افغانستان پنداشته است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که توماس وست و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز در نشست سوم دوحه اشتراک میکنند. گزارشی از خالد عمری. سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی و رضا تنبایوا و رئیس یونما درباره دستور و کار و موضوعات مرتبط با اشتراک هیئت امارت اسلامی در نشست دوحه گفتگو کردند. آقای متقی در دیدار با رئیس یونما در افغانستان گفته است که در سومین نشست دوحه نمایندگان امارت اسلامی برای بحث درباره چگونگی مبارزه با مواد مخدر و تحریم‌های مالی و بانکی آمادگی کامل دارند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه در خبرنامه نوشته که در ترکیب هیئت امارت اسلامی نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه، داخله، صنعت و تجارت شاملند. از میتون استفاده خواست که در بین مجلس صحبت سر اصل اجندا صورت میگیره و تصامیمی که باید اتخاذ شده از قبل گفته شده و فکر میکنم با طرفین جانبین اصل اجندا هم شریک شدن در بایزده قبلی به خاطر طالبا هم علاقمند عزیز که در این نشست اشتراک کنند. امید به ایست که در کل این نشست همزمان با این میتو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفته است که توماس ویس و رینا امیری نماینده های ویژه آمریکا برای افغانستان در نشست سوم دوحه اشتراک می کنند. توماس وست و رینا امیری نمایندگان ایالات متحده برای افغانستان در سیومین نشست دوحه اشتراک خواهند کرد. نشست سوم دوحه پس از رایزنی های سازمان ملل متحد با طالبان متمرکز بر موضوع بخش خصوصی و بانکداری، مبارزه با مواد مخدر و چگونگی تعامل جهان با طالبان است. حضور نماینده ما در آن نشست با این هدف صورت می‌گیرد که همراه با جامعه جهانی به طالبان تاکید کنند که به تعهدات خود نسبت به رفتارشان در برابر زنان عمل کنند. گفتنی است که قرار است تا 3 روز دیگر نشست سوم دوحه درباره افغانستان با حضور نماینده های 27 کشور جهان و هیئت از امارت اسلامی به میزبانی سازمان ملل متحد در قطر برگزار شود. در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا میگوید که جو بایدن باید تمام جنرال هایی را که در مسئله افغانستان دخیل بودند برکنار میکرد. ترامپ در نخستین مناظره انتخاباتی با جو بایدن از او به عنوان بدترین رئیس جمهور آمریکا یاد کرد و اظهار داشت که اگر بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا باقی بماند این کشور را نابود خواهد کرد. 14 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران با شروع رأی‌گیری در سفارت ایران در نیوزلند رسما آغاز شده است. به گزارش رسانه‌های ایرانی افزون بر سفارت ایران در نیوزلند، صندوق‌های رأی‌گیری نیز در 2 شهر دیگر این کشور قرار شده است. شهروندان ایران می توانند با پاسپورت معتبر خود به نامزد دلخواهشان رأی بدهند. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان گفته است تا زمانی که موضوع حقوق بشر در اجندای گفتگوهای آینده افغانستان قرار نگیرد، نقض حقوق بشر در این کشور پایان نخواهد یافت. این در حالی است که قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل درباره افغانستان تا چند روز دیگر برگزار شود. اما در این نشست حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران از دستور کار اصلی حذف شده است. چین در بخش حمل و نقل هوایی و افزایش پروازها میان کابل و بیجینگ با امارت اسلامی همکاری میکند. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در دیدار با سفیر چین درباره توسعه روابط حمل و نقل هوایی و افزایش پروازها بین دو کشور بحث و گفتگو کرده است. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. با بقیه نشرات یک همراه باشید. الله نگهدار.